درود بر شما. خب دکتر فرشندی، من شما رو دارم دعوت میکنم. درود دوستان، درود بر همگی. وقت همگی به خیر، هر جا که هستید، شبتون خوش، روزتون خوش. درود بر شما دکتر فرشندی. درود بر شما خانم جشنی، خوبی؟ مرسی، ممنون. شما خوبی؟ مرسی، خیلی ممنون. خب یه سلامی هم بکنید از زمینه ما. سلام عرض کنم به همه بینندگان عزیز. پس زمینه منم یه بخاری قدیمی هست، البته الان هنوز فصلش نرسیده، ولی فکر کنم وقتی فصلش برسه خوب باشه. از این بخاری هیزومی قدیمی هست. هنوز خانه ساعت نشده، چون اینجا واقعا بخاری لازم شده. نه، هنوز سرد نشده اونطور که بخاری بخواد. حتی تا هفته پیش بعضی جا هنوز ایر کاندیشن و کولر رو اینا روشن. آها چه خوب، خوش به حالتون. بعضی اروپا خبره. خیلی خوب، سلام میگم خدمت دوستانی که اومدن. خیلی ممنون از اینکه اومدین و جوین شدین بهمون امشب. به هر حال حتما خیلی از دوستان در جریان هستن، چون ما از دیروز اعلام کردیم که فرشگرد به صورت رسمی و به صورت یک بنیاد ثبت شد. و خب من به شما تبریک میگم آقای فرشندی، به هر حال جزء اول جزء مؤسسین فرشگرد بودی تو این یک سال. من میدونم که چقدر تلاش کردین، چقدر زحمت کشیدین. به خودم هم تبریک میگم، به هر حال به عنوان عضو کوچکی از فرشگرد خیلی خوشحالم که این اتفاق افتاد و خیلی از مسائلی که شاید یه سری از دوستان در جریان باشن و یه سری هم نباشن، به این خاطر که خیلی از مسائل داخل تشکیلات باید رفع و رجوع بشه و در حقیقت جنبه رسانه‌ای نداره. معمولا خبر و اون نتیجه رسانه‌ای میشه، نه مشکلات. ولی خب الان امشب جا داره که یه ذره این مسئله رو بشکافیم و صحبت کنیم با هم. از دیروز که این خبر رو اعلام کردیم، در حقیقت کلی پرسش رو سرمون ریخت که چرا ثبت کردیم، فرقش چیه، حالا فرشگرد شبکه بود الان تبدیل به بنیاد شده، چه تفاوتی داره. خیلی ها گفته بودن که خب پس دیگه قرار نیست شبکه سازی کنین، خیلی ها گفته بودن دیگه قرار نیست براندازی کنین. من این سوالا رو دستبندی کردم و یه سریش، یه دونش که برای شما فرستادم، شما از من سوال میکنی، یه دونش هم من از شما میپرسم، نوبتی میریم جلو. اگرم تو این فاصله دوستان سوال به خصوصی داشتن، با زمانی که من صحبت میکنم شما حواستون باشه، زمانی که حالا شما صحبت میکنی من یادداشت میکنم که این سوال هم از قلم نیفته. بعد دو تا سوال دیگه هم هست که اگر فرصت شد، ربطی به این نداره، ولی من دیدم زیر پستمون نوشته بودن که خوبه راجع بهش صحبت بکنیم. بله، مرسی. خب بریم سر سوال اول. سوال اول اینه که ثبت رسمی فرشگرد به عنوان یک بنیاد چه مزایایی برای فرشگرد داره در وهله اول و چه مزایایی برای براندازی داره؟ خب بله، من پاسخ عرض میکنم. اولا به نظر من پاسخ این دوتا سوال اولا یکیه، به خاطر اینکه اصلا فرشگرد کار کرده جز براندازی نداره، وگرنه خب اعضای فرشگرد که داشتن زندگیشونو میکردن و آنچه که فرشگرد رو به وجود آورده، فلسفه وجودش شده و چسب در واقع این افرادی شده که بعضا خیلیشون از همدیگر نمیشناختن، همین مسئله آرمان براندازی فرقه تبهکار جمهوری اسلامی است. پس هر چیزی که برای براندازی خوب باشه، برای فرشگرد هم خوبه و بالعکس. عرض بکنم که اول یه گام خوبه که پس بریم و مرور بکنیم ببینیم اصلا فرشگرد در واقع کارش به قول قدیمی ها خیشکاری یا وظیفش چی هست، یا اون مندیتش چی هست. بعد ما میتونیم ببینیم که چرا مهم. ببینید، یکیش هست در واقع نخستین وظیفه فرشگرد ارتباط با شبکه های براندازی در ایران و حالا هدایت و کمکشون هست. اینجا خیلی مهمه که ما از یه توهم پرهیز بکنیم، اونم این توهمه که مثلا 30 نفر یا 40 نفر یا اصلا بفرمایید 400 نفر میتونن در حالا اقصی نقاط جهان یا در یه جا در یه دفتر مثلا جمع بشن و از اونجا توی کشور 80 میلیونی مثلا براندازی و هدایت بکنن. و مثل این بازی های کامپیوتری که ازش که مثلا بشینن پشت کامپیوتر، فرض کنید که
به حسن و حسین بگن شما برید مثلا توی خیابونای اصفهان و کرمان و برازجان و بوشهر و غیره، مثلا شما برید خیابون به خیابون، محله محله، به شهر به شهر بدید. اصلا هم چیزی توهمی بیش نیست، هرگز اتفاق نیفتاد و هرگز هم اتفاق نخواهد افتاد. و واقعا ما هم اینقدر خام نیستیم که دنبال هم چیزی باشیم. براندازی یا در واقع حالا انقلاب اسمش بذارید، براندازی اسمش بذارید، هر چی سر واژه ها ما نمیخوام بحث بکنیم، براندازی امر ارگانیک هست. ارگانیک یعنی چی؟ یعنی به زبون ساده از دل، از کف خیابون و از دل جامعه میجوشه و از بطن مردم شکل میگیره. حالا در خارج از کشور اگه یه عده‌ای باشند میتونن به این شعارهای سر و سامون بدن، میتونن یه گفتمان ایجاد بکنن هولش. چون ببینید یه اتفاقی که چرا میخوام بگم این مهمه، ببینید سال 96 دی ماه 96 خب یه همچین حرکتی ما داشتیم از بطن جامعه، از کف خیابون، اقشار مختلف، از اقشار زحمتکش تا اونایی که از نظر مالی وضعیت بهتری داشتن، شهرهای بزرگ، شهرهای کوچیک هم اومدن تو خیابون. ولی در واقع بدن اپوزیسیون آماده نبود، خود بدن اپوزیسیون هم غافلگیر شده بود، که خودت عجیب هم نبود، من خودم هم شخصا غافلگیر شده بودم. من اخبار رو ایران که اصلا نمیتونستم پیگیری بکنم، پیگیری میکردم همجور عقب میمونم از اخبار. 60 تا شهر فردا میشد 70 تا شهر شروع شد و در واقع بدن اپوزیسیون آماده نبود که یه گفتمان سازی حول این انجام بده، به شعارها مثلا یک سر و سامونی بده، حداقلش این که آرمانها و اون گفتمان رو هدایت بکنه. در نتیجه به صورت خودجوش، حالا هر کس هر در هر محله هر چی که به ذهنش میرسید انجام میداد. خب پس عرض کردم ارتباط با حلقه ها و هسته های برانداز هست و حالا اگر بشه کمک به اونها، اگر جنبه آموزشی داشته باشه، جنبه حمایتی داشته باشه، نه اینکه ما بریم واقعا هسته ها رو خودمون فکر کنیم دستی میتونیم شکل بگیم. افراد تو ایران نشستن منتظر دستور ما بشن، افراد دارن کار خودشون میکنن، اگر یه شبکه حمایتی باشه بهشون کمک بکنه یه مقدار کارشون شاید بهتر بشه. در همین، در حقیقت سازماندهی بکنه و هدفمند کارا رو جلو ببره. بله، و یه هماهنگی بین اینا به وجود بیاره. خب چون میدونید در نظر امنیتی که خب ممکنه در این محله، حتی در یه محله ممکنه یه گروه جوانای مثلا شبکه براندازی وجود داشته باشن، برن اعلامیه پخش کنن، دیوار نویسی کنن و غیره و غیره. ممکنه در همسایگیشون دو تا کوچه اون طرف‌تر یه هسته دیگه باشه، اینا از هم خبر نداشته باشه و خب اتفاقا شاید چه بسا بدم نباشه که از هم خبر نداشته باشن، چون به هر حال مشکل امنیتی هست. اگه زیاد اینا همدیگه رو بشناسن ممکنه که نیروهای امنیتی توشون نفوذ بکنن و دستگیر بشن. در نتیجه باید یک جایی باشه که دست کم صدای اینها رو بازتاب بده، یعنی کمترینش اینه که اگه هیچ کمکی نمیتونه بهشون بکنه، دست کم اینا وقتی تلاش میکنن میرن یک نافرمانی مدنی انجام میدن، میرن یک شعار نویسی میکنن، میرن اعلامیه پخش میکنن، پرچم شیر و خورشید به اهتزاز در میارن، یا هر کاری که دل میکنن. در بعضی موارد میتونیم بهشون ایده بدیم چه کارهای جالب هست، بعضی موارد هم خود جوانها خودشون ابتکار و ایده خوبی دارن، یا گروهای صنفی همینجور، فقط حالا جوانان نیستن، فقط دانشجوها نیستن، گروهای صنفی مثل کارگران، مثل رانندگان اتوبوس، رانندگان کامیون، مثل معلم ها، اینا دارن ابتکاراشون انجام میدن. دست کم یه جایی باشی که صدای اینها رو بازتاب بده، چون اینو باز به اینه در سال 96 دیدیم که رسانه های قدیمی هم اونقدر که باید و شاید چابکی نداشتن در بازتاب تلاش های مردم و عقب میمونن از اخبار. خب این یک جنبه هست از وظیفه فرشگرد. این یه محور. محور دوم چی هست؟ محور دومی هست که با مقامات کشور خارجی، با پژوهشکده ها و در واقع اتاقهای فکر و کارشناسان و همچنین روزنامه نگارا و تحلیلگرای غیر ایرانی، غربی، اروپایی، آمریکایی عمدتاً تماس بگیریم و حقایق رو در مورد ایران بهشون بگیم. حالا بعد از اینکه حقایق رو گفتیم میتونیم روی تصمیم گیری و سیاست گذاری و تحلیلاشون اگه بتونیم تأثیر داشته باشیم در جهت براندازی که چه بهتر. ولی به نظر من اولویت نخست این هست که حقایق رو ما بهشون بگیم، چون اونطور که ما برای خودمون بدیهیه و واضحه، حقایق برای کارشناسان خارجی آشکار نیست. ببینید کنم تو حرفتون، تو یکی از چیزایی که خیلی مهمه من فکر میکنم، البته قطعا مردم میدونن ولی شاید تاکید بشه، یکی از کارهای مهم این هستش که ما بتونیم یک گروه و یک شبکه‌ای رو به عنوان نماینده مردم ایران، نه نماینده حکومت آینده و نه نماینده حکومت فعلی ایران، به عنوان نماینده مردم ایران برای رایزنی، برای صحبت، برای گفتگو با تینک تک ها و دولت مردان خارجی
انتخاب بکنیم و نمایندگی کنیم. یعنی این مسئله به نظر من خیلی مهمه، چون یکی از کارهایی هستش که واقعا فرشگر در این یک سال انجام داده و با ثبت این بنیاد قطعا خیلی هدفمندتر دنبال خواهد کرد. دقیقاً یعنی یه کارشناس خارجی وقتی میخواد یه تحلیل در مورد ایران بنویسه، خب ببینید از کجا فکت و واقعیت پیدا بکنه. رسانه‌های آزاد جهان که در ایران عمدتاً خبرنگار ندارن، یا اگر خبرنگار داشته باشن باید با مجوز وزارت ارشاد باشه، کنترل میشن، سایه به سایه جاسوس میذارن خبرنگارای خارجی رو در واقع تعقیب میکنن، یا هر از گاهی اصلا گروگان میگیرنشون. چند تا خبرنگار خارجی در ایران گروگان گرفتن در چند سال گذشته، بعدن با امتیاز گرفتن و پول و غیره آزادشون کردن. پس رسانه‌های جهانی نمیتونن اخبار واقعی رو بدون در واقع سانسور از ایران بازتاب بدن. از اون طرف دو تا کمپین بزرگ دروغ پراکنی و پروپاگاندا وجود داره. یکی کمپین در واقع جمهوری اسلامی و وابستگان و شبه لابی هاش هست که با هزینه های میلیاردی سعی کردن در رسانه های اروپایی و آمریکایی غربی نفوذ بکنن، تمام مثلا براندازه و مخالفای جمهوری اسلامی رو عمدتاً فرض کنید جنگ طلب نشون بدن، یا جاسوس آمریکا نشون بدن، یا نوکر آمریکا نشون بدن، و همینجور برچسبایی که میزنن ایرانی طلب نشون بدن و در ذهن خواننده غربی، مخاطب غربی اینجوری جا بیاندازن که آقا تنها راه بهبود اوضاع در ایران این هستش که مثلا بریم هر چند سال یه بار به اصلاح طلب رای بدیم. و این کمپینی هستش که جمهوری اسلامی، آقای ظریف از طریق شبه لابی‌های گوناگونی که داره در آمریکا و اروپا با خرج پول‌های میلیون دلاری تونسته راه بیاندازه در رسانه‌های غربی به ویژه چپگراها نفوذ کرده و همچنین حتی در رسانه‌های راستگرا، و مثلا تبلیغ می‌کنن که فرض بکنید که اگر سپاهو تحریم بکنید به سمت جنگ میره منطقه، پس بیایم مخالف تحریم سپاه باشیم. سپاهی که خودش داره در خاورمیانه جنگ و مرگ و خشونت رو باز تولید می‌کنه. خب یه کمپین دروغ دیگه هم داریم از طرف مجاهدین. اونها هم با خرج پولهایی که از جمهوری اسلامی کمتره ولی از بقیه اپوزیسیون شاید بیشتر باشه، اونها هم مشغول دروغ پراکنی هستن. اینجوری بین مردم جا میاندازن، بین مخاطب غربی به ویژه کارشناسان و تحلیلگرای غربی جا میاندازن که بله مردم ایران اونایی که جمهوری اسلامی نمیخوان دیگه مثلا عشق فرض بکنید که شیدای خانم مریم رجوی و مسعود رجوی که معلوم نیست اصلا غایب به حاضر زنده است مرده است و غیره است. اونا می کمپین دروغ دیگه دارن و میبینیم که بعضا افرادی که رد بالا هستن در دولت آمریکا مثل آقای جولیانی، اینها رو برمی‌دارن میبرن در مهمونی‌های گرونی که دارن در آلبانی و در فرانسه و غیره. این وسط اپوزیسیون مردمی جاش خالیه. یعنی شما همین فکت ساده که کف خیابون‌های ایران مردم دارن نام شاهزاده رضا پهلوی رو صدا می‌زنند، همین مسئله ساده رو به مخاطب غربی و به کارشناسان غربی بخوای با دلیل و مدرک نشون بدی، چون غربی هم با دلیل می‌خواد ازت، نمی‌تونی بری اونجا بگی آقا همه مردم طرفدار پهلوی، میگن خب شاید از کجا ما بدونیم تو راست میگی، شاید تو خودت مثلا طرفدار پهلوی هستی می‌خوای به وانمود بکنیم همه همینجوری هستن. خب این دلیل و مدرکش کار ساده نیست، باید ویدیو جمع‌آوری بکنی، باید حرکات میدانی مردم رو در واقع بیای تاریخ بزنی، مستند بکنی، داکیومنت بکنی، اینها رو بایگانی و آرشیو بکنی، مرتب بکنی، بعد ببری به اینا عرضه بکنی. یه مثال سادهش من عرض می‌کنم، ببخشید من طولانی صحبت کردم. یه مثال سادهش در واقع روز فکر کنم 20 جون بود که خبرش رو هم ما پخش کردیم، جناب شاهزاده تشریف داشتن و یه تعداد زیادی از کارشناسان و روزنامه‌نگاران غربی، بله، و فکر کنم همین خانم جشنی خود شما بود که ویدئویی تهیه کرد از حرکات از در واقع حرکات مردم، حرکات میدانی مردم ایران در داخل و اینکه چقدر بله بله خود شما خیلی زحمت کشیدید، ویدئوی کوتاهی بود، زیرنویس انگلیسی ما نوشتیم برای شعارها و ما چند نفر از اعضای فرشگرد بودیم به همراه البته نوفتی هم بود، اتحادیه ملی برای دموکراسی، و برگزار کننده البته نوفتی بود و شاهزاده فرمودن که خب شما جوان ها حرف بزنید بر مردم که بیشتر بر غربی ها که اونا در واقع حرف شما رو بشنون، چون شاهزاده داره که خب همه میشناسن دیگه، نیازی به معرفی ندارن و حرف هایشون هم مقاله هایشون هم همه جا چاپ شده میدونن. و اونجا من میدیدم که اشخاصی که سالها کارشناس امور خاورمیانه و ایران بودن، یعنی نه یک فرد عامی آمریکایی حساب بکنید، چنین اشخاصی اصلا متحیر شده بودن از همین ویدئوهایی که از یک حرکات یک سال اخیر مردم ایران میومد، از جنبش‌های حالا کارگری و جوان‌ها و اینا میومد، متحیر شده بودن، باور نمی‌کردن، میگفتن ما تا اونجایی که می‌دیدیم فکر کردیم که همش یا حرفای جمهوری اسلامی و نمیدونم نایاک و غیره رو می‌خوندن یا حرفای مجاهدین.
همین منتقل کردن این واقعیت ها محور دوم فعالیت فرشگرد است. حالا اگه شما سوالی دارید بفرمایید و من بعد محور سوم رو عرض میکنم و بعد پاسخ میدم سوال. بله، نه سوال که خب من فکر میکنم با تمام این توضیحاتی که شما دادید در حقیقت یک مسئله این وسط کاملا مشخصه. تمام این سازماندهی ها و تمام این تلاش ها نیاز به حمایت داره، چه مالی و چه تشکیلاتی و سازمانی و چه حمایت های دولتی. و برای تمام اینها بعد از یک سال از ظهور فرشگرد ما نیازمند بودیم که یک در حقیقت نهاد رسمی و قانونی رو ثبت بکنیم که از طریق این نهاد اول از همه بتونیم به صورت رسمی با لابی های رژیمی بر مبارزه کنیم. خودتون میدونید بخواهیم چیزی بگیریم ما همه اینها به هر حال نیاز داریم به اینکه مستقیما بتونیم از طریق قانونی وارد صحنه بشیم، شکایت تنظیم بکنیم. اگر بخوایم که گرده همایی بخوایم تشکیل بدیم یا اگر بخوایم که برفرض همون دیداری با تیم تنگ ها و نهادهای بین المللی داشته باشیم که به نوعی به سیاست های ایران مربوط هستند، باز ما نیاز داریم به یک جایگاه رسمی که بتونیم وارد مذاکره بشیم. و به همین علت هم هستش که خب قطعا ما نیازمند به این بودیم که از این حالت پراکنده و در حقیقت فضایی که داریم در سوشیال مدیا و در همه جا به صورت یک نهاد مشخص با یک آفیس مشخص و یک دفتر مشخص و یک بخش مشخص وارد میدان بشیم. بله، من عرض میکنم در راستای صحبت شما محور سوم هم همینجوری. محور سوم در واقع ایجاد همبستگی و توافق میان اپوزیسیون هست، گروه های مختلف اپوزیسیون، چه اونایی که جدیدتر به صحنه اومدن چه اونایی که قدیمی تر هستن. خب حالا ببینیم همه این سه تا محور، ارتباط با ایران و همچنین ایرانیان برانداز خارج از کشور، ارتباط با کارشناسان غربی و پژوهشگرای غربی و همچنین ارتباط با اپوزیسیون، اینها وقتی وارد عمل میشید نیاز به پشتیبانیایی داره که یک بنیاد رو لازم کنه. من چند تا مثال عرض میکنم. فرض میکنید که شما میخواهید یک مهمانی، یه ایونتی، یه حالا مهمانی شام باشه، نمایشگاه باشه، پخش نمایش فیلم باشه، هر مهمانی شما میخواد، هر مناسبتی میخواد ترتیب بدید، مثلا 50 تا 100 تا 20 تا کارشناس خارجی رو دعوت بکنید. خب تا زمانی که فرشگرد شخصیت حقوقی از خودش نداره و ثبت قانون نشده، فرض کنید که 20 تا 30 تا 40 تا 50 تا عضو داره، حالا هر چی، این اعضا به صورت داوطلب دارن کار میکنن. خب الان چه کی میخواد بره این مکان مثلا مناسبت رو بیاد رزرو بکنه، هزینهاش رو تقبل بکنه و همچنین مسئولیتش؟ اگه اونجا به فرض میگم دعوایی بشه، اگه اونجا آتش سوزی بشه، یه حادثه پیش بیاد، مسئولیتش کی بر عهده میگیره؟ یک شخص بر عهده بگیره، بعدن مشکلات تو میدونید که سور شدن و شکایت شدن اینا در آمریکا اینا خیلی شایع هست، نظر مسئولیت براش میتونه دردسرزا باشه. همینجور اگه بخوایم مثلا نیروهای اپوزیسیون رو جمع بکنیم، عزیزان اپوزیسیون بیایم، اونایی که برانداز هستن، اونایی که در نظر فکری با هم دیگه نزدیک هستن، بخوایم دوباره یه برنامه بذاریم، بخوایم یه تجمع بذاریم. میدونید که در کشور غربی تجمع آزاد هست، ولی شما اگر بخواید در نقاط حساس مثلا در خیابان‌های پر رفت آمد در ساعات روز تجمع برگزار بکنید، چه در آمریکا چه در اروپا، باید مجوز بگیرید. خب وقتی میخواد مجوز بگیرید، معمولا به شخص مجوز نمیده، حالا مجوز رو گاهی اوقات از شهرداری باید بگیرید، گاهی اوقات از پلیس باید بگیرید، گاهی اوقات از هر دو، پلیس شهر، شهرداری. معمولا اصلا به افراد مجوز نمیدن، بلکه باید به نهاد ثبت شده باشه باید مجوز بدن. خب آقای ظریف مثلا میاد نیویورک به فرض، یا هر مقامی میاد تو هر کشور اروپایی و غربی آمریکایی، برای همه این کارها ما نیاز به این نهاد پشتیبان داریم که هزینه ها رو بر عهده بگیره، فاند ریزینگ بکنه، از کمک های مالی در واقع هموطنان رو جمع بکنه، مجوز بگیره، اگر لازم هست بیمه بخره که مثلا شکایت نکنن از ما، بیمه مسئولیت بخره، اگر لازم هست وکیل بگیره. خب این مثلا وکیل در آمریکا ساعت $500 تا $700 $300 در همین حدود. خب من آیا اگر بخوام برم با یک وکیل صحبت بکنم، دو ساعت بخوام با یک وکیل مشاوره بگیرم، تازه اصلا پرونده حقوقی هم باز نکنم، باید مثلا چند هزار دلار مثلا یا $1,000 یا بیشتر باید هزینه رو بپردازم، بعد اینو باید از جیب بپردازم، بعد از کی برم بگیرم، بعد سرشکم میشه بین اعضا. میبینید که این مشکلات عملی کاملا، و برای رفع این مشکلات عملی ما نیاز به نهاد پشتیبان داریم. اون شبکه فرشگرد سر جای خودش هست، ولی نهاد پشتیبانی هم هست که کمک‌های مردمی رو جمع‌آوری می‌کنه، مجوزها رو می‌گیره،
در واقع رسیدگی های حقوقی رو انجام میده، مشاورای حقوقی میگیره. چون ما به عینه دیدیم در همین تجمع مثلا خزر که برگزار کردیم، خیلی از هموطنان ما لطف داشتن و میخواستن کمک مالی کنن. مثلا من یادم یکی دیگه از اعضای فرشگاه دکتر علی اشتری مثلا کمک ها رو شخصی میفرستادن به حساب ایشون، بعد ایشون میمد اونا رو توی یه حساب جداگانه بانکی خودش نگه هم داشت، بعد میمد صورت حساب به مردم میده. خب این بر مبالغ کم ممکنه، ولی اگر بخوام کار جدی بکنیم امکان پذیر نیست. و خلاصه در این سه محوری که فرشگاه داره تلاش و فعالیت میکنه، ما قطعا نیاز به یک نهاد قانونی پشتیبان که شخصیت حقوقی داشته باشه داریم و خوشبختانه این قدم مهم رو، این گام مهم رو پیش برداشتیم. حالا من یه سوالی رسیده بود، من سوالا رو چون جمع آوری میکنم، یه سوالی من از شما دارم. سوالی که هست، البته این سوال حتی پیش از ثبت فرشگاه مطرح بود ولی الان خیلی به نظر من جالب تر شده، که خیلی از هموطنان چه در داخل ایران چه در خارج ایران اظهار علاقه میکنن که ما میخوایم به فرشگاه بپیوندیم، حالا رسمی غیر رسمی میخوام فعالیت بکنم، و این مراحلش چی هست، به خصوص پس از ثبت فرشگاه این مراحل چه جوری پیش میره؟ شما اگه لطف کنید توضیح بفرمایید ممنون میشم. بله حتما، من اینو حتما توضیح میدم، ولی قبل از اون یک نکته ای را من فقط اضافه کنم به صحبت های شما، چون ما صحبت کردیم با کارشناس های خارجی بخوایم صحبت بکنیم و بخوایم ارتباط بگیریم با تیم تنک های خارجی، و از طرفی هم در بیانیه فرشگرد و این رو به صورت رسمی گفتیم که براندازی مربوط به مردم ایران هست، و همینطور شاهزاده بارها تاکید کردن به قدرت مردم و نقش مردم در براندازی و بازپسگیری ایران. و بعضی خب من میبینم نوشتن که این مغایرت داره. نه ببینید، کاری که اینجا اتفاق میفته وقتی که ما با کارشناسان خارجی، با تینگ تنگ های خارجی صحبت میکنیم، با دولت مردان خارجی صحبت میکنیم، اولین اتفاقی که میفته اینه که ما بازوهای رژیم رو در خارج از ایران تضعیف میکنیم. یعنی شما باید ببینید داخل ایران یک بخشی هست، سیاست خارجی ایران که در حقیقت توسط جمهوری اسلامی در اینجا داره اداره میشه، با دروغ‌ها، با نیرنگ‌ها، با لابیگری‌هایی که یه سری سازمان‌های وابسته مثل نایاک انجام میدن، همه اینها باعث شده که در حقیقت در طی این سال‌ها کشورهای اروپایی مخصوصاً و در زمانی هم مثلا کشورهای آمریکایی مثل دوره اوباما به نوعی خواسته یا ناخواسته حامی سیاست‌های جمهوری اسلامی باشند. یکی از کارهایی که فرشگرد در ارتباط با بازدید و به قول معروف شیرینی خورون با این تینگ تنگ‌های خارجی می‌ذاره، همینه که حساب مردم ایران رو از جمهوری اسلامی جدا بکنه، و اگر قرار هستش که تحریمی اتفاق بیفته، این تحریم‌ها هدفمند تعریف بشه که فشار بر مردم نباشه، بلکه پایه‌های جمهوری اسلامی رو تضعیف بکنه. بعد اینو ببخشید، من خواستم یه توضیح خواهش بکنم. بله توضیح خوبی بود کاملا. حالا برگردیم به اون سوالی که من پرسیدم درباره در واقع عضوگیری و همکاری، حالا عضو رسمی غیر رسمی هم داخل ایران هم خارج ایران، توضیح بفرمایید. بله حتما. البته قبلا هم من یه توضیح کوتاهی دادم و دوستانی هم که شاید مستقیم با من تماس گرفتن، من قبلا بهشون توضیح دادم، ولی با این وجود خوب هست که تو این لایف ما راجع به این قضیه صحبت بکنیم. ببینید، به هر حال ایرانی ها یا داخل ایران هستن یا خارج از کشور هستن. خب اون دوستانی که داخل ایران هستن، که البته ما واقعا در طی این یک سال شاید اونقدری که از داخل ایران عضو و دوست گرفتیم شاید خارج از ایران کمتر بوده و به چشم نیومده، به همین شیوهی که الان خدمتتون عرض میکنم، شما اگر که بخواین در شبکه براندازی فرشگرد باشین، قطعا تا زمانی که در داخل ایران هستید این قضیه امکان پذیر نیست که شما با هویت رسمی و واقعیتون بخواین با ما همکاری بکنید. البته قطعا ما هویت شما رو اگر که خودتون مایل باشید، چون ما هیچ وقت به هیچ شخص تماس گیرندهی نمیگیم که شما اسم چیه، فامیل چیه، اگر اون شخص دوست داشته باشه بعد از یه مدتی یا همون اول کار میتونه به هر حال به صورت رسمی خودش رو معرفی بکنه، و این هم به خاطر حفظ امنیت خود افراد هست در داخل ایران. حالا به هر حال یک شناسه‌ای به شما تعلق میگیره و تمام فعالیت‌هایی که میکنید اینجا بایگانی میشه و ثبت میشه، ولی قطعا این فعالیت‌ها با نام رسمی شما فاش نخواهد شد. حالا گاهن بعضی از گروه‌ها مثلا تو این مدت هم حتما ویدیوهایی دیدید که رسما خودشون رو یک نامگذاری میکنن، یه شبکه‌ای حول خودشون تشکیل میدن و این شبکه رو میان با نام خودشون پروموت میکنن، که باز از طریق شبکه برخی از اعضای اون گروه با ما در تماس هستن، و حالا در زمینه‌های مختلف
گاهی برخی فعالیت‌های میدانی می‌کنن، یعنی در حقیقت یک سری فعالیت‌های هدفمند رو انجام میدن برای اینکه بتونن یک صدای خودشون رو به هم محلی ها، به سایر به قول معروف همشهری هاشون برسونن و تا یه حد زیادی هم سعی بکنن که فضای ترس رو که در داخل جامعه ایران هست از بین ببرن. و وقتی شما درب خونه تو باز میکنی، مثلا اینجا شعار نوشته، اینجا تراکت هست، دوست شما داره راجع به یک مسئله ای صحبت میکنه که جدید هستش. حتی بعضا مثلا خیلی از دوستانی که دانشجو هستن و در دانشگاه ها تشکیل گروه دادن، که شما میدونید به هر حال یکی دو دفعه با هم جلسه داشتیم باهاشون، اینا در دانشگاه ها یه سری فعالیت هایی میکنن و در حقیقت به این نحو اینها عضو فرشگرد هستن، اینا واقعا جزء خانواده فرشگرد هستن، دغدغه شون رو داریم، با هم در ارتباط هستیم، کلاس های آموزشی گذاشته میشه، اونها صحبت میکنن با ما و اخبار رو منتقل میکنن و بالعکس. اما بخش دیگه ای مربوط میشه به هموطنانی که خارج از ایران هستن و خب سالهاست خارج از ایران دارن زندگی میکنن، مشاغل مختلف دارن، شغل خودشون رو دارن یا حتی گاهن فعال سیاسی هستن و کار سیاسی میکنن و اینها خب تو این شرایط ایران دوست دارن که با فرشگرد، حالا به عنوان یه شبکه‌ای که کار براندازی داره میکنه و حزب نیستش، ارتباط بگیرن و بخوان کار رو به صورت رسمی پیش ببرن. در این صورت من همیشه از دوستان میخوام که لطف بکنن و رزومه کامل خودشون رو، وقتی میگم رزومه منظور به هر حال یک شرح حالی از خودشون، سوابقشون، تحصیلاتشون، فعالیت‌های مرتبط با کار سیاسیشون، به اضافه به هر حال دو نفر معرفی که بشناسنشون و با اونها قبلا کار سیاسی کرده باشن و در یک جمعیتی بوده باشن که به هر صورت به عنوان برانداز یا به عنوان فعالین سیاسی برای بهبود ایران تلاش کرده باشن، برای ما ارسال بکنن و قطعا ما این رو بررسی میکنیم، میبینیم، باهاشون تماس میگیریم و اگر که به هر صورت احساس بکنیم که این عضویت میتونه به صورت رسمی از ابتدای کار شروع بشه، یعنی طرف به هر حال شناخته شده تر باشه یا حداقل بتونه اون اعتماد رو در اون وهله اول دو طرفه ایجاد بشه، ما ویلکام میگیم. در غیر این صورت معمولاً به صورت پروژه‌ای ما با این افراد وارد همکاری میشیم. به هر حال خودتون هم میدونید بوده، به صورت نشر بیانیه یا ساختن یه پروژه مشترک یا یک کار مشترک که حالا در زمینه‌های مختلف هستش و بخش میدانی ما این رو تنظیم میکنه، با اینها وارد گفتگو میشیم و وارد کار میشیم و بعد از یک پروژه، دو پروژه، به هر صورت اگر احساس کردیم که این روند میتونه مثبت باشه و بودن ما در کنار هم دیگه در حقیقت میتونه گام موثری در زمینه براندازی باشه، با هم ادامه میدیم. دوستان خیلی از من سوال میکنید که این لایو قطع میشه، لایو رو حتما در یوتیوب آپلود خواهیم کرد و لینکش رو هم در کانال همگام با شاهزاده و هم در کانالای تلگرامی خودمون و توییتر و جاهای دیگه خواهیم گذاشتش. خب آیا شما موردی هست که بخواید صحبت کنین یا من برم سر سوالاتی که توی این مدت یادداشت کردم؟ نه شما بفرمایید، سوالا رو برسیم که چون زمانمون هم محدود، بفرمایید. مرسی. خب یک سوالی که پرسیده شده این هستش که درصد موفقیت فرشگرد چقدر هست؟ درصد موفقیت منظور تو درصد براندازی چقدر هست دیگه؟ دقیقاً من میتونم بگم آره یه چیزی تو همین مایه ها که درصد براند، ولی خب سوالی که کردن عیناً همین بوده، درصد موفقیت فرشگرد چقدر هستش؟ خب ببینید موفقیت فرشگرد یعنی براندازی، وگرنه فرشگرد دیگه فلسفه وجودیش همینه دیگه، برای کار دیگه ای نداره که. اگر بخواید ببینید که پیشرفتش چه جوری بوده، به نظر من در یک سال گذشته ما در زمینه گفتمان سازی یعنی پارادایم سازی تا حد خوب عمل کردیم، تا حد زیادی به اهدافمون رسیدیم. به این معنی که شما ببینید برگردید دو سال پیش صحبت از براندازی می‌کردید، هزار جور برچسب می‌خورید، حتی بین فعالان سیاسی خارج از کشور، یا داخل ایرانو که فضای اختناق و ترس هست کار ندید، که بله شما نمیدونم وابسته به آمریکایی، نمیدونم وابسته به اسرائیلی، جنگ طلبی، ویرانی طلبی و هزار جور از این جور مزخرفاتی که می‌گفتن. و عملا فعالان سیاسی خارج از کشور به عده زیادیشون شده بودن در واقع
بوقچی و تشویقگر سیاست‌های نظام، یعنی چیرلیدر شده بودن. مثلا انتخابات بود، این عزیزان بنفش می‌شدن، می‌رفتن بنفش انگشتین می‌شدن، می‌رفتن رأی می‌دادن، بعد تازه نه تنها رأی می‌دادن بلکه از قبل از رأی دادن کلی تبلیغ می‌کردن، بلکه بعد از اینکه رأی دادن مثلا تصویر رأی دادنشون رو با افتخار می‌گذاشتن، بعدم می‌گفتن انتخاب بین بد و بدتره. که من همون زمان عرض کردم اگر این اتفاق بین بد و بدتره، خب چرا اینقدر پس خوشحالید شما؟ ببین مثال بزنم، فرض کنید یه نفر یقه منو بگیره بگیم مثلا سرتو میبریم یا دستو میبریم، خب من اگه عقلش داشتم میگم اوکی آقا سرمو نبر، حالا دستمو ببر دیگه. ولی بعد از اینکه دستمو برید با دست خونی مالی، این درسته که سرم برید نشده دیگه، نمیام خوشحالی کنم، پای کوبی کنم، عکسشو بذارم، همه عکس یادگاری بگیرم، لبخند بزنم تو بناگوش. وقتی میبینیم عده زیادی از فعالان سیاسی و نمیدونم روزنامه‌نگاران داخل و خارج از کشور میومدن، کسانی که اسم خودشون اپوزیسیون میگذاشتن، میومدن نه تنها به گفته خودشون بین بد و بدتر انتخاب میکردن، بلکه تازه بعد از اینکه به بد رأی دادن بشکن میزدن و میرقصیدن و عکس یادگاری میذاشتن و میخندیدن و اینقدر خوشحال بودن، معلومه که این دروغی بیش نیست. اینها اصلا انتخاب بد و بدتر هم نبوده، اینا استمرار طلب بوده و این فضا رو ما شیکوندیم. الان ببینید کسایی که یه ایده پیدا شدن اصلاح طلب مخفی، یعنی کسایی که اصلاح طلب هستن به ویژه خارج از کشور دیگه الان پنهان میکنن، چون قبحی پیدا کرده به معنی خیانت به میهن شده، که واقعا هم هست. اصلاح طلبی، استمرار طلبی، استمرار این نظام به معنی دشمنی با ایران هست. در زمینه گفتمان سازی ما خوب نسبتا عمل کردیم، در زمینه حالا بگیم حضور در رسانه ها بد نبوده عمل کرده فرشگرد به نظر من، ولی خب بعضی از رسانه های مقدار حالا میتونیم بگیم بایکوت رسمی یا غیر رسمی کردن ما رو، که امیدواریم اونهایی از این رسانه‌ها که برانداز هستن و واقعا هدفشون کمک مردم ایران هست، هدفشون مهمتر از همه انتشار حقایق هست، من نمیگم که انحصار فرد کنید همه رسانه‌ها با دست فرشگرد یا اصلا دست کل براندازه باشه، نه. به هر حال اینو نمیتونیم نفی بکنیم که بخش بزرگی از جامعه ایران خواهان براندازی جمهوری اسلامی هستن، حالا چه طرفدار فرشگرد باشن چه نباشن، چه اصلا اسم فرشگرد نشسته باشه، و اینها هم باید نظرشون بازتاب داده بشه در رسانه. در رسانه به نظر من خلاصه بیشتر جای کار داریم. در شبکه‌های اجتماعی بد نبوده نسبتاً کار عمل کردن، ولی بهتر میتونه باشه. ولی من فکر کنم به دلیل نداشتن همین سازمان رسمی این ثبت شده، خیلی از کارهایی که میتونستیم بکنیم رو انجام ندادیم. خیلی از به ویژه کارهای میدانی مثل مثلا تظاهراتی که در خارج از کشور، خب در داخل ایران مردم سرکوب میشن، خارج از کشور ما چه عذری داریم؟ این همه چند صد هزار چند میلیون ایرانی خارج از کشور در آمریکا، کانادا، اروپا، استرالیا هستن، میبینیم که ماه به ماه هم یه تظاهرات درستایی برگزار نمیشه، یه تظاهرات برگزار میشه مثلا فوق 100 نفر میان یا 200 نفر میان، تازه اگه 200 نفر بیان خیلی موفقیت بزرگه، چرا نباید چند هزار نفر بیان؟ مگه در ایران ما عذر موجه داریم؟ در لندن و پاریس و نیویورک و نمیدونم واشنگتن و لس آنجلس، در همون لس آنجلس که ایران مثل این همه ایرانی هست، چرا نباید 10,000 نفر بیاد تو خیابون؟ چرا نباید یه کاری بکنن که تمام هموطناشون تو همون کشوری که هستن، آمریکایی یا اروپایی هر کی هستن، اینها همشون بگن چه خبره، چی شده ایرانی اومدن بیرون، چی الان جلوی ما رو گرفته؟ از جمهوری اسلامی میترسیم؟ جمهوری اسلامی که در آمریکا نمیتونه ما رو سرکوب بکنه. حالا خیلی از این ایرانیای عزیزم که اصلا ایران هم تشریف نمیبرن، عوام نزدیک هم ندارن، واقعا از چی میترسن؟ این رخوت از کجا میاد؟ به نظر من در این زمینه نه تنها فرشگرد بلکه همه مردم ایران، همه گروه های اپوزیسیون خیلی خیلی جای کار دارن. فرشگرد بعد از اینکه ثبت شد، من فکر کنم که میتونه در جهت مجوز گرفتن رو بهتر عمل بکنه، چون یه سازمان ثبت شده وجود داره. مثلا من یادم ازش برای تجمع قبلی ما همیشه نیاز داشتیم با بعضی گروه های دیگه فعالیت همکاری کنیم، مثلا عزیزان حزب مشروطه خیلی به ما کمک کردن در تجمع قبلی و نفتی خیلی کمک کرد، ولی خب از این بعد فرشگرد دیگه میتونه از بقیه همچنان همکاری کمک بگیره، ولی در این حال خودش هم میتونه اقدام بکنه. این خیلی مهم هست و خلاصه در خیلی زمینه ها جای کار داره به نظر من. ما خیلی بیشتر باید به فرض مسافرت بریم، خیلی بیشتر باید با مقامات خارجی ارتباط برقرار بکنیم، نمیگم در حد مجاهدین که اتوبوس به افرادی که اصلا بعضن ایرانی هم نیستن پلو و چلو نمیدونم اتوبوس مجانی میدن آدم میارن، ولی میتونیم خیلی بیشتر با برنامه تر و با پشتیبانی مالی درستر و جدیتر پیش بریم. درست. در این راستا کار. خب بعد حزب مشروطه کردین، اول از همه من که میدونم شما خب تازگی نشست حزب مشروطه به عنوان نماینده فرشگرد شرکت کرده بودین، ولی خوبم هست چون من خودم خیلی دیدم که دوستان سوال کردن چه زیر پستی که گذاشته بودن که فرشگرد در زمینه اتحاد اپوزیسیون چه خواهد کرد. من فکر کنم که توی برنامه تلویزیونی این رو به صورت
خیلی مفصلتر توضیح دادم، ولی در حقیقت چیزی که واقعا به عنوان اتحاد اپوزیسیون و اتحاد مخالفان جمهوری اسلامی بشه ازش نام برد، نباید به اون شکل و نگاه سنتی ما ایرانی ها باشه. یعنی مثلا چند نفر بشینن با هم ائتلاف بکنن و یه قراردادی امضا بکنن و خب بگن حالا با بیاییم بریم همه دوره هم نشستیم و دیگه از این لحظه با هم متحد هستیم، یا اینکه حالا بخوان راجع به مسائلی که در گذشته بوده به یه توافقی برسن. من فکر میکنم که اتحاد باید حول و حوش همین چشمانداز مشخص که اون براندازی هست شکل بگیره و باید به صورت عملی با پروژه های مشترک پیش بره، مثل همین اتفاقی که مثلا در مورد تجمع خزر افتاد، نامنگاری هایی که همچنان داره میشه، که حالا یه بخشیش رسانه‌ای میشه یه بخشیش نمیشه، در مورد نایاد که به صورت من فکر میکنم که فرشگر به کمک چند تن از دیگر از دوستان واقعا در این زمینه خوب عمل کرده و واقعا تونسته تا حد خیلی زیادی پروپاگاندای نایاک رو در خارج از کشور تحت تاثیر قرار بده و توجه خیلی از تینگ تنک ها و دولت مردان بلخص امریکایی رو به هر حال به این قضیه جلب بکنه که نایاک صدای مردم ایران نیستش. یه مورد دیگه هم هستش که من میبینم تو لایف خیلی دوستان مینویسن، فقط به عنوان یک نکته امنیتی میخوام به دوستان توصیه کنم. اون دوستانی که مینویسن اینجا بیایم بریم گروه بزنیم یا با هم گروه تشکیل بدیم، ببین دوستان عزیز، همه شمایی که در ایران هستید میدونید که جو و امنیتی متاسفانه خیلی مناسب نیست و به هر صورت خیلی از کسانی که به نوعی دستشون با حکومت توی کاسه هستش در بین مبارزین نفوذ کردن یا به هر حال حضور دارن. این خیلی مهم هستش که اگر میخواین تشکیل شبکه بدین یا اگر میخواین که ارتباط بگیرین، این رو حول و حوش آشنایان و دوستان خودتون تشکیل بدید، یعنی کسانی که به شما نزدیک هستن، خارج از فضای مجازی شما اینها رو میشناسید، ولو اینکه دو نفر باشن، ولو اینکه یه نفر باشن، ولو اینکه زمان ببره، ولی بهتر هستش که از اونجا آغاز بکنید و شبکه های کوچک رو تشکیل بدید و در حقیقت با شبکه های دیگه هم به وسیله یک آدم مطمئن شما بتونید ارتباط بگیرید، نه اینکه بخواید از طریق فضای مجازی این کار رو انجام بدید، چون واقعا فضای مجازی 10 برابر ریسکش بیشتر هست از اینکه شما بخواید با آشنایان خودتون این کار رو انجام بدید. خب آقای فشندی، تقریبا ما قرار بود نیم ساعته لایو رو بریم، ولی خب نزدیک به 40 دقیقه فکر میکنم شد که ما لایو هستیم. به هر حال مهم بود که ما این خبر رو اعلام بکنیم، خیلی مهم هست. شما فردا فکر میکنم توی شبکه ایران اینترنشنال هم مصاحبه داشته باشین در این مورد، درسته؟ بله، فردا صبح به وقت ایران فکر میکنم بشه. اگر وقت داریم، بله، اونجا من یه توضیحاتی عرض میکنم باز بیشتر در مورد همین مسئله ثبت فرشگرد. من اگر وقت داریم در مورد ائتلاف اپوزیسیون من یک توضیح کوتاهی عرض بکنم. با کمال میل، بله، من وقت دارم، خیلی خوشحال میشم. خب ببینید، من آخر هفته گذشته به نمایندگی از فرشگرد در لندن بودم و در نشست سالانه حزب مشروطه شرکت کردم و فقط هم حزب مشروطه نبود، یعنی عزیزانی از حزبای دیگه هم تشریف داشتن، به ویژه در روز دوم. روز اول در واقع عزیزان خود حزب مشروطه و مشاورانش مثل جناب استاد طاهری، مثل جناب دکتر تقی‌زاده، جناب پاشایی، خانم توکلی و غیره سخنرانی کردن. سخنرانی خیلی خوبی بود، بزرگداشت دکتر یزدی هم بود که حالا اونو بعداً فرصت دیگه این من براتون تعریف می‌کنم. جناب دکتر یزدی چه شخصیت بزرگی هستن، میتونیم بگیم جیمز باند ایران هستن، حالا اینو بعداً براتون میگم، خیلی هم بامزه است. و روز دوم در واقع پنل سیاسی بود که از حزب سکولار دموکرات، از حزب سکولارهای هانوفر، از رنسانس ایرانی، از چندین گروه منظورم اپوزیسیون دیگه حضور داشتن در این پنل سیاسی. منم به نمایندگی از فرشگرد اونجا در خدمتشون بودم و همچنین دکتر شهریار آهی هم به نمایندگی از شورای گذار تشریف داشتن. به حال میدونید که خب شورای گذار بیشتر جمهوری خواه هستن چهره هاشون تا اونجا که من دیدم، ولی جناب دکتر آهی جزو معدود چهره های شورای گذار هستن، نمیگم تنها چهره، ولی جزو معدود چهره های شورای گذار هستن که به تازگی تشکیل شده و ولی ایشون مشروطه خواه هستن. و حالا نشست شورای گذار هم همزمان بود با حزب مشروطه در همون شهر لندن، یعنی در دو مکان مختلف.
که مالا این طرف دعوت بود و جناب آقای دکتر آقای تشریف بردن و در اون پنل هم در مورد اتفاقا همین مسئله همگرایی و همبستگی و ائتلاف بین اپوزیسیون صحبت شد. من عرض کردم اون تصور سنتی که از ائتلاف بین اپوزیسیون وجود داره متاسفانه محکوم به شکست. حالا عرض می‌کنم خدمت شما، ببینید همه انسان‌ها ذاتاً قدرت طلبند. اون افرادی که وارد سیاست میشن به طور میانگین از میانگین جامعه میتونیم بگیم جاه طلبتر، قدرت طلبتر، هر چیزی که بخواید هستن. این در مورد هر کسی که نه تنها وارد سیاست میشه، بلکه اخبار سیاسی رو پیگیری میکنه. اون کسی که میبینید دائم اخبار سیاست داره پیگیری میکنه، به قول خودمون خوره سیاسته، اون احتمالاً قدرت طلبتر از مثلا یه آدمیه که به فرض اخبار مثلا سرگرمی و ورزش رو مثلا بیشتر پیگیری میکنه، اخبار سیاسی کمتر پیگیری میکنه. یه چیز ذاتی، همه جوامع هم برقرار و همه جوامع، در همه جوامع هم گروهای سیاسی و احزاب سیاسی میخوان در واقع ادام کنه حرفی که ما میزنیم، این حرف اکثریت مردم، همه مردم همینو میگن. اگه مثلا مخالف برگزیت هستیم، همه مخالف برگزیت هم ادام کنن، اگه موافقیم به همچین. ولی در نهایت این وزن هر کدوم از این گروه های سیاسی کجا مشخص میشه در یک دموکراسی که کار آمده در مثلا غرب؟ پای صندوق رای، مردم میرن رای میدن، یه حزبی مشخص میشه 30% رای برده، یه حزب دیگه 55% رای برده، یه حزب 15% رای برده، این میشه اقلیت، اون میشه اکثریت و و غیره. و وزن کشی نیروهای سیاسی پای صندوق رای انجام میشه. در نتیجه از یه حدی دیگه بیشتر نمیتونن به هم دیگه ادعا داشته باشن، یه حدی دیگه نمیتونن به هم دیگه بپرن میگن آقا شما رایت اینقدر بود دیگه، همینی که هست. در فضای کلونی اپوزیسیون که ما دسترسی به صندوق رأی نداریم به دلیل در واقع وجود قولی مثل جمهوری اسلامی، خب وزن کشی اپوزیسیون به این سادگی نیست. یعنی هر کسی، من نوعی، شما نوعی، میتونیم بریم یه گروه بزنیم یا اصلا خودمون یه حزب 4 نفره تشکیل بدیم و ادعا کنیم که ما رهبر مردم ایران هستیم، ما نمیدونم کلی طرفدار داریم در ایران و به قول معروف جو خمینی سال 57 بگیرتمون، بگیم آقا من دولت تعیین میکنم و غیره. همه ما میتونیم این کارو بکنیم. احزاب یه روزه میتونن از هیچ جا سر در بیارن، یه وبسایت بزنن. مثال میزنم، منظورم گروه خاصی نیست، همیشه این وجود داره، این خطر. و به فرض میگم مثلا میتونیم بریم مثلا حزبای قدیمی رو بگیم آقا شما چی میگی، ما یه حزب جدید زدیم 77% مردم طرفدارش، یه رأی‌گیری اینترنتی هم مثلا میگم بذاریم و ادعا کنیم. رأی‌گیری اینترنتی هم میدونیم که خیلی اعتباری نداره، به ویژه با اینترنتی که در ایران فیلتر هست. خب پس این موجب میشه که در هر ائتلافی شکل بگیره کاملا بر اساس این میشه که کی با کی دوسته. بعد حالا دعوا میشه سر اینکه کی سخنگو باشه، کی رئیس باشه، کی دبیر اول باشه، کی دبیر دوم باشه و نمیدونم کی معاون اول دوم باشه و و و غیره و غیره. و تبدیل میشه به این که من همیشه تمثیلی که میزنم اینه، قبل از اینکه جنگو برده باشیم سر قناعه میافتیم به دعوا کردن. این سرنوشت محتوم اپوزیسیون در شرایط فعلی است. در نتیجه من خودم اصلا اعتقادی به این ندارم که گروه های مختلف اپوزیسیون، چه اونایی که جدید به صحنه حاضر شدن میخوان تلاش و فعالیت بکنن، چه اونایی که قدیمی هستن و از سالها پیش، دهه ها پیش در صحنه بودن، این عزیزان هر کدوم ارزش خودشونو دارن، هر کدوم تشکیلات خودشونو دارن، ساختار خودشونو دارن و کسی که جای کسی رو تنگ نکرده. من مخالف این هستم که همه اینها بیان مثلا منحل بشن یا همه بیان زیر یک ساختار هایرارکی مشخص قرار بگیرن که مثلا آقای خانم اکس رئیس باشه، آقا خانم وای مثلا فرض بکنید که معاون باشه و غیره و غیره. اصلا این ناپایدار، به زودی مثلا میپاشه. آنچه که ما احتیاج داریم اینه که هر کدوم از اینا استقلال خودشون رو حفظ بکنن، شعارهای خودشون رو حفظ کنن، ساختار خودشون رو حفظ بکنن، اما در دو چیز به توافق برسن. یک، یه سری اصول مشترک که اون اصول مشترک هم چیز پیچیده ای نیست، سکولاریسم و حقوق بشر و دموکراسی و همین چیزایی که همه ادعاشو داریم و همه حرفای قشنگ قشنگشو میزنیم، حداقل حاضر باشن که بیان پایینو امضا بکنن، به این اسمشو بذارید توافق نامه، اسمشو بذارید پیمان نامه، میثاق ملی، هر چیزی دوست دارید اسمشو بذارید. این یه بخشه. بخش دیگه که لازم برش توافق بکنن، لازم نیست سر اتفاقای 10 سال پیش و 30 سال پیش و 40 سال پیش و 50 سال پیش ما بشینیم به توافق برسیم. لازمه توافقی که ما بهش میرسیم معطوف به آینده باشه، همون چیزی که شما فرمودید، چشمانداز به آینده. مهمترین چیز در براندازی جمهوری اسلامی که ما تقریبا همه کسایی که اپوزیسیون خودشون رو میدونن، اپوزیسیون برانداز میدونن خودشون رو، در این که چپ و راست و جمهوری خواه و مشروطه خواه اینا همه با هم توافق دارن. پس بیشتر چیزی که ما نیاز داریم بهش توافق بکنیم اینه که یک نقشه راهی داشته باشیم برای دوران پس از براندازی، اسمش بذاریم دوران انتقالی. دوران انتقالی رو من اینجوری تعریف کنم: از لحظه‌ای که جمهوری اسلامی کنترلش رو بر اداره مملکت از دست میده عمدتاً یا کاملا سرنگون میشه، تا لحظه‌ای که نظام جدید با قانون اساسی جدید
و ساختار جدید کاملا مستقر و پایدار بشه. این دوره رو اگه ما بسیم دوره انتقالی transition period، این دوره ممکنه حالا از چند ماه تا بعضا بیشتر یکی دو سال طول بکشه. برای این دوره هست که باید اپوزیسیون به یه توافقی برسه، و توافق هم که میگم بر اساس فرد نیست و بر اساس نیستش که آقای مثلا فرض بکن که به فرض الف یا ب یا خانوم الف یا ب باید بیان مثلا نخست وزیر بشن، ایشون وزیر بشن، اوشون وکیل بشن، اصلا بحث این نیست. بحث اینه که ساختار ما چجوری باید باشه، دولت ما فقط بر چه اساسی کار بکنه، به فرض شورای دوران انتقالی که داریم بر دولت موقت چطور نظارت بکنه. چشمانداز این ما بشه که مثلا میگم ادغام سپاه و ارتش با چه نظم و ترتیبی صورت بگیره، اون بخشایی از سپاه که جنایتکارن چه جور عدالت درمشون اجرا بشه، اونهایی که جنایتکار نیستن چطور در نیروهای مسلح ادغام بشن، یه ارتش ملی تشکیل بدیم، و اصلاح به فرض اصلاح اولیه قوه قضاییه. چون به هر حال ببینید فردا برنامه‌ریزی نمی‌تونیم دادگاه رو تعطیل کنیم. من اینا فرض زدم یکی دو کشت، یکی رفت تجاوز کرد، قتل کرد، دزدی کرد. خب اینا باید در واقع پلیس، دادگاه، دستگاه‌هایی که روزمره دارن به کشور سرویس میدن، به مردم سرویس میدن، باید اینها سر پا باشن. ما باید در واقع توافقی که می‌کنیم معطوف به این ساختارها باشه. نه اینکه حالا کی وزیر بشه، کی وکیل بشه، و در واقع پیش از اینکه جمهوری اسلامی سر جاش نشسته ما هیچ برد ملموسی به دست نیاوردیم بشیم سر قنایم با هم دیگه دعوا بکنیم. امیدوارم این توضیح کافی باشه در حد فعلی. من این بحث در واقع دیدگاه فرشگرد در مورد همگرایی میان اپوزیسیون رو بعداً در موردش مفصل دوست دارم که یه برنامه دیگه بذاریم صحبت بکنیم، و همچنین با عزیزان دیگه در گروه های دیگه اپوزیسیون هم در تماس هستیم، همین دیدگاه رو سعی میکنیم انتقال بدیم و عملیش بکنیم. ثبت فرشگرد من باز تکرار میکنم به ما این اختیار رو میده که بتونیم در واقع در برنامه ریزی به فرض میگم یه کنفرانسی بخواید بذارید، مثلا نیروهای اپوزیسیون رو جمع بکنید با هم دیگه آشنا بشن، چون میدونید که افراد وقتی در روبرو با هم دیگه قرار میگیرن به قول معروف یه نون و نمک با هم میخورن، یه چای با هم میخورن، این موجب میشه که یه مقدار حرمت بینشون شکل بگیره. و ولی اگر مثلا همه پشت اینترنت نشسته باشن، هی به هم دیگه میپرن، هی اون برای اون هوایی میزنه، اون نمیدونم متلک به این یکی بار میکنه و غیره و غیره، در نتیجه این کارا رو ما باید بیشتر انجام بدیم. و برای این کارا واقعا این مسئله ثبت فرشگرد به نظر من کمک بزرگی هست و لازم بود. ممنون. کلی خبر دیگه هم هست که حالا یه دو سه تا کار خیلی بزرگم بعد از این ثبت داریم انجام میدیم که قطعا فکر میکنم خیلی موثر هست برای براندازی، و سودش هم بیشتر واقعا برمیگرده به داخل کشور، و اینا رو فکر میکنم در زمان خودش اعلام میکنیم. و خبر حالا خبرهای خیلی خوبی در راه هستش که شاید اولینش واقعا ثبت فرشگرد بود. ممنون آقای دکتر. خواهش میکنم خیلی ممنون از شما وقت گذاشتی. ممنون از شبکه خوب همگام با شاهزاده که تو این مدت واقعا لایو ها رو داره ساپورت میکنه و حمایت داره میکنه. ممنون از شما که حضور داشتید. خدا نگهدار.